بین رفتن تو این افتخاری که نصیبمون شد تو این شرایط قرار گرفت. خدا شاید مثلا میخواست ما رو همینجوری گرفت انداخت اونجا. ما هیچ کار ویژه‌ای نکردیم. هزار بار دیگه میگم هر اشرفی دیگه جای من بود همین کار رو میکرد جای هر کدوم از ما. یعنی ما واقعا تک به تک هیچ کار ویژه‌ای نکردیم، ولی یک کاری کردیم. اون یک کاری این بود که نذاشتیم انسجاممون از همون بگیرن. خیلی توطئه کردن، خیلی صدها توطئه کردن. واقعا خدا حفظ کنه برادر عباس و برادرای دیگر رو، هر کدوممون رو اینو یاد دادن. این یکی از رمزهای واقعا پیروزیمون بود و خودمونم ازش صفا میکردیم، چون میدیدیم کاراییشو و وحشتی که اینا میکردن از ما. واقعا وحشت میگه. مثلا تا میومدن با ضرب و شتم و اینا که دیدن دیگه فایده نداره که، چون واقعا میزدن همه تو حالت رنجور و ضعیف و فلان دوباره زنجیر میبستن. دیدن بابا اینا کلیگریشون دوباره شروع شد. واقعا همینجوری بود، نمیتونستن در مقابل عزم و اراده. میگم واقعا بحثش فردی نبود، بحثش این بود که ما الحمدلله صفا میکردیم، هم داریم چیکار میکنیم. شرایط سخت خیلی به وجود میومد، خیلی شرایط پیش میومد. آدم خیلی لحظات داشت همینجوری که برادر عباس هم گفته، خب میومدیم صفر صفر و صد صد میکردیم، دوباره موتور جدید میکردیم میومدیم. و این احمقا نمیدونستن ما روز به روز داریم اضافه میشیم. من اگه واقعا بخوام بگم مثلا 10% میفهمیدم ارزش تشکیلاتو که نمیفهمیدم، الان میخوام بگم مثلا قابل قیاس نیست با اون چیزی که ماده شو دیدم از واقعا این کارهای تشکیلات. واقعا از این پیش میره. چقدر دوست داشتم مثلا یه جوری میشد اینو گفت. یه روز آخر فکر میکردم شاید بگم مثلا پیش نیاد بیام اشرف. خودم خیلی لحظات چیزی داشتم که خلاصه خب شاید نصیب ما نشه، ولی چجوری اینو بگیم به بچه ها.